بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. بحث ما درباره تعارض علم و دین بود. آیا می شود علم مطلبی را بفرماید که دین خلاف اون را بفرماید، یا دین مدعی مطلبی بشود که علم خلاف اون را بگوید؟ امکان پذیر است یا نه؟ ما به اینجا رسیدیم که دین از طریق وحی، وحی هم خطا پذیر نیست. بنابراین اگر علم با وحی اختلاف پیدا کرد، یکی از دو اشتباه در اینجا هست: یا واقعا علم علم نیست و این فرضیه لرزانی، ممکن است چند روز دیگر این فرضیه عوض بشه، و یا برداشت ما از وحی و علم درست نیست، که بسا ممکن است ما وحی را، دین را اونچنان که هست نفهمیم. باید یکی از دو مطلب باشد در این تعارض: یا علم علم ثابتی نباشد، فرضیه باشه، و یا برداشت ما از دین برداشته غلطی باشه. بعد به عنوان مثال در مسئله تعارض علم و دین، فرضیه داروین را مطرح می کنم که او معتقد است بر تحول انواع، در حالی که دین معتقد بر ثبات انواع. او معتقد است که انسان حیوان دیگر بود، اون حیوانم حیوان دیگر، بالاخره بعد از تحولاتی شده انسان، در حالی که وحی میگوید نه، انسان از اول انسان آفریده شده. اگر خاطر مبارک باشد، داروین فرضیه تحول را روی چهار اصل مبنی کرده: تنازع بقا، که جهان حیات جهان تنازع در بقاست، هر موجودی میخواد دیگری را از بین ببرد و خود بماند. دوم، انتخاب اسلحه در این تنازع در بقا، اونی که اسلحه برای بقا هست او میماند، غیر اسلحه نابود میشه. اصل سوم، وراثت صفات اکتسابی، این موجود اسلحه که میمانه به مرور زمان یه صفاتی را، تحولاتی در بدنش پیدا میشه و این تحولات نبوده، بعدن منتقل میشود به نسل بعدی، اون نسل بعدی هم با یک صفات اکتسابی کاملتر منتقل میکند به نسل بعدی، این صفات اکتسابی جمع میشوند، یک مرتبه سر از نوع جدید در میارن. آخرین اصلش سازش با محیط، که موجود زنده تلاش میکند خود را با محیط تطبیق بدهد، ولذا درختانی که در بیابانها هستند کم آبند، فوری خود را تنظیم میکنند که آب را در خود حبس کنند، به این زودی تبخیر نشوند، در حالی که درختانی که در لب جویبارند به شکل دیگر. بعد از داروین، علمای زیست شناس همه این چهار اصل را ابطال کردند، حتی یکی هم باقی نمونده، خصوصا مسئله وراثت صفات اکتسابی، که این باطل باطله. آمدن به اینجا رسیدن که صفات اکتسابی قابل وراثت نیست، صفاتی قابل وراثت است که در ژن، یعنی در اون عامل وراثت وجود فهرستی داشته باشه، و اما چیزهایی که موجود به تدریج کسب بکند، مادامی که در عامل وراثت
وجود اجمالی نداشته باشه منتقل به غیر نمیشیم. قهرن اصل بنا و مبنا از بین رفته، چون ایشان نتیجه میگیرد که این سلول واحد که در طول میلیون ها زمان صفاتی را اکتساب میکنه به ما بعد منتقل میکنه، و حال اینکه چنین قانونی نداریم که هر صفات اکتسابی قابل انتقال. صفات اکتسابی علا قسمین، اونی که در جن تأثیری داشته اون قابل انتقاله و الا فلا. ولذا فرزند بنا بنا نیست، فرزند مهندس مهندس نیست. تمام انسانها که ختنه می شوند از زمان ابراهیم تا کنون، کسی تا کنون الا ما شز و ندر مختون متولد میشه، همه افراد غیر مختونن. به این جواه بر این است که صفات اکتسابی قابل انتقال نیست. ما اگر بخواهیم همه این چهار اصل را یک یک نقالی کنیم طول میکشه، و آقایان میتوانند در این کتاب به طور اجمال نقالی ها را مطالعه بفرمایید. از صفحه 207 نقاده این اصول شروع شده تا صفحه 212 کلمات دانشمندان بر ابطال هر یک از این اصول چهارگانه داروینیست هم تنازع در بقا ابطال شده و هم انتخاب اصله، هم مسئله وراثت صفات اکتسابی، و هم تا حدی سازش با محیط. البته اینها بالکل باطل نشده اند، کلیت اینها غالبا از بین رفته. کلیت از بین برود دیگه قابل استدلال نیست. اون که برای یک متکلم مطرحه و بحث ما هم بحث کلامیه، اون پیامدهای بدی که از داروینیست مادیه ها داشتن، اون پیامدها را ما بحث کنیم و مطرح کنیم. اولین فرض کنیم که اصلا اصول چهارگانه داروین درسته، داروینیست با اصول چهارگانه اش محکم و استواره، و نتیجه هم که داروین گرفته درسته. انسان موجود متحولی و به اصطلاح ثبات انواع را منکر بشی و قائل به تحول انواع بشی من باب فرض، چون مانع ندارد که ما چیزی را فرضی بحث کنیم. قرآن مجید هم فرضی بحث میکنه، قل لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، یا آیه دیگر میفرماید و ما کان معه من اله اذن لذهب کل اله بما خلق و لعلا بعضهم علا بعض. فرض کنیم اصولش درست و نتائج درست، اما برداشته هایی که بر ضد دین شده و مسئله به نام تعارض علم و دین پدید آورده، این پیامدها غلط، برداشته ها نادرست، و کوچکترین تعارضی بین مسئله تحول انواع و عقاید الهی نیست. در چهار نقطه ما را ضربه فنی کردن. اول نقطه مسئله شون اینه، میگن اگر این ماده اول طبق این اصول حرکت کرده منتهی به این انواع کنونی شده، پس معلوم میشود ماده حرکت خودکفا داره. این حرکت خودکفای ماده ما را از اعتقاد به خدا چی میکنه؟ بی نیاز میکنه. علت اعتقاد ما به خدا اینه، میگه ماده اول حرکت کردی، از این به اصطلاح کانون ها و کانال ها گذشتی،
به این نقطه رسیده است، اگر واقعا ماده خودش چنین حرکتی دارد، دیگه در این حرکت ما نیازی به خدا نداریم، خود ما به این قابلیت را دارد حرکت کند به صورت یک انسان و یک پرست و یک غنم و یا یک موجود دریایی و خشکی در آید. عرض میکنیم شما میگید ماده اولیه حرکت کرد، از این کانالها و کانونهای مختلف گذشت، آمد شد انسان. آیا این حرکت حرکت قانونمنده یا حرکت هرج مرجه؟ اونجور که شجره انسان را جناب داروین نشون میدهد، این حرکت حرکت قانونمندی. اون کتاب هایی که در باره تحول انواع بنگرید، در همه اینها شجره را نشون میدهد که مثلا دهمی شبیه نهمی، نهمی هم تکامل یافته هشتمی، هشتمی هم تکامل یافته هفتمی. اگر واقعا این حرکت حرکت قانونمندی، سوال میکنیم پدیدارنده این قانون و این درجات و مدارج کی؟ اگر بفرمایید خود ماده در اون نقطه اول یک موجود بسیطیه، یک موجودیست بی هنر، ماده اولیه یک موجود بسیط بی هنریست و در او قدرت آرایش چنین قانون نیست. شما هرچه ماده را تجزیه و تحلیل کنی، عقب بروی تا به نقطه اولا و ماده اولا برسید، به یک موجود بسیط بی هنر و توانمند نمیرسید. پس ما نمیتونیم بگیم این ماده اولای بی هنر و بسیط که فقط ترکیب یافته از چند اتم یا یک اتم، این آمده به خود این همه آرایش کانال منزل درجه تا شده یک انسان. ناچار فرضیه دوم را باید بگیم، چه بگیم؟ بگیم دستی از غیب در آمده، دست این ماده را گرفته و این مدارج و کمال را برای او ریخته، این ماده را از حرکت اولای بی هنر رسونده است به این حرکت عالی و بالاتر و برتر. پس فرضیه داروین نه تنها نسبت به مسئله اثبات ثانی در جبهه مخالف نیست، بلکه در جبهه مؤید و مدعمه. اگر این حرکت بی قانون بود، هرج و مرج بود، حق با شما، ولی ما میبینیم یک حرکت حساب شده است تا شده یک اسب، یک گاو، یک انسان، یک گنجش و یک کبوتر. و همه اینها اگر برای خود مبدا و منتها دارند، درجات دارند، باید یکی از دو فرضیه ها را انتخاب کنید. بگید آرایشگر قانون، آرایشگر قانون بخش، یا خود ماده است یا دست غیبی، سوم نداریم. خود ماده به خاطر بیهنری دارای چنین قدرت نیست، فقط قدرت یک مرکزی دارد و چند الکترون هم دور اون بگردد و به چرخن و بس، بیش از این هنری در اون نیست. اما اگر هرچی بالاتر میگیم، کاملتر، هنرمندتر، توانمندتر. انسان هنگامی که انسان را قیاس کند به یک آب، آب را جناب عالی در آزمایشگاه اگر تجزیه و تحلیل میکنه، به دو عنصر میرسی، این کجا و انسان به این قدرت کجا. ماده اولیه را آب فرض کنید، خاک فرض کنید، یا اونها را تجزیه کنید به عناصر کمتر و بی هنرتر، اونها نمیتونن این قانون مندی را تشکیل بدهن.
بله جناب خونساره میفرمایند ماده مرکب این هنر را داره. ماده از چه مرکب شده؟ از همان اجزاء بی هنر و کم هنر. شما ده ها صفر کنار هم بگذره باز همان صفر دیده. اجتماع ده ها صفر عدد صحیح را تشکیل نمیده. هی آب کنار آب، دو عنصر آب را ده برابر کنی باز همان آبه. این یک. مسئله دوم این است که ما در فرضیه داروین عرض کردم فرضیه را پذیرفتیم موقتاً، البته موقتاً به خاطر اینکه بتونیم اشکالات برداشتهای غلط را از بین ببریم و الا اصل فرضیه را ما نپذیرفتیم و نخواهیم پذیرفت و علما هم هرگز نپذیرفتند و اصول چهارگانه داروین رو هم ریخته. دو، آیا این ماده که حرکت میکند عرض کنم از صورتی به صورتی، از نوعی به نوعی، آیا همش کثرت کمیه یا در کنار این کثرات کمی یک کثرت کیفی هم داری؟ من خیلی معذرت میخوام، شماها مسائل فلسفی خونده اید، این اصطلاحات مال اصطلاحات غربی هاست، من به کار میبرم و الا از نظر بحث های فلسفی نباید کلمه کمی و کیفی به کار ببریم، برای چون اینها این کلمات رو به کار میبرن من میگم آیا این ماده اول، این موجود زنده دریایی و خاکی بعد از این همه تحولها که انسان شده، آیا فقط از قبیل این است که خاک روی خاک ده دانه گندم شده یه میلیون گندم که اسمش بگذاریم تکامل کمی، یا نه در این تکامل تنها تکامل کمی نیست، این گندم، این دانه اول الان به صورت درخت های متنوع پربار و پرسایه در آمده که ارتباطی با اون دانه گندم نداره. به اینها ما میگیم پیدایش انواع، آقایان غربی ها میگن پیدایش کیف جدید. ما وقتی که مطالعه میکنیم میبینیم نه، در این تکامل تنها تکامل کمی نیست، پیدایش انواع جدیدی، انسان یه موجود جدیدیه، آفرینش کیه؟ شما میگید همون ماده فقط افزایش کمی میاره، ما در مطالعات خودمون افزایش کمی نمیبینیم، افزایش کیفی میبینیم. انسان عاقل مختار متفکر این را ما نمیتونیم بگیم مجموع کثرت کمی اجزاء ماده پیشینه، ماده پیشین اجزاء کمی پیدا کرده شده انسان، ماده کمی افزایش کمی نشون میده، ما نوع جدید میبینیم، انسان میبینیم، فرس میبینیم، کبوتر میبینیم، مرغ میبینیم، عرض کنم بلبل میبینیم، طیور مختلف میبینیم، جنبنده های گوناگون میبینیم که هر کدام دارای نفس، جنس فرس، خصوصیات ویژگی دارد. نمیشود این محصول ماده باشد. معلوم میشود در این حالی که ماده حرکت کرده، یک موجود آفریدگاری این انواع جدید را به این تکامل های کمی لطف کرده از غیر. ناچارم پیدایش انسان را وابسته به یک علت خارج از ماده کنیم و حرکت ماده را شرط ماده بگیریم. همینطوری که کرارن گفتیم جهان ماده علل چهارگانه داره، این ماده علت ماده، علت سوری هم دارد که همون انواع، علت فاعلی دارد که این انواع را
آفریده است، چون ما در تکامل ماده به انواع جدید میرسیم و نوع جدید برای خود آفریدگاری لازم داره، به حکم قانون علت و معلول نمیتونیم بگیم نظریه داروین مخالف اعتقاد به سانعه، بلکه باید بگیم نظریه داروین اگر درست باشه به مسئله اثبات سانعه بیشتر کمک کرده است تا اینکه نظریه علمای الهی را سوستر و کمجمتر بکنه. در اینجا بیانهایی از دانشمندان ما اینجا نقل کردیم دیگه، عبارات اونها را برای شما من ذکر نمی کنم، همه اینها را ببینید معید عرض ما. بنابراین ماده در حرکت اگر جوهر جدیدی پیدا نکنه شاید بگیم که بعد دیگه نیازی به خدا نیست، اما حرکت ماده جوهر جدید پیدا میکنه، نو پیدا میکنه، نفس پیدا میکنه، فکر پیدا میکنه، یه چیزهایی که هرگز در ماده اونا نیست. و شما میگید اجتماع ماده اونا این نوع را پدید آورده، اجتماع ماده اولا پدیدارنده نو نمیتونه بشه و میتواند تغییرات کمی را درست کنه. ما نوع جدید میبینیم، شیئی که نبود شد، انسان نبود شد، مرغ نبود شد، عرض کردم خدمتون که پرنده نبود شد، و این پرنده و انسان دارای نفسیست، دارای ویژگیهاییست، دارای خصوصیاتی است. این خصوصیات را نمیتوان محصول تکامل ماده دانست، مک تکامل ماده کم را زیاد بکند. ما چیز جدیدی میبینیم که در ماده قبلی نبوده. این دو. برمیگردیم یه نکته سوم میگیم، عرض میکنیم که حرف کنید همه این حرفهای جناب داروین درست اصول چهارگانه بوده و ماده هم در ظل این اصول چهارگانه دست و پا زده آمده بالا، ولی ما در عالم ماده یک نوع دور نگری میبینیم، آینده نگری میبینیم. ماده یک نوع به آینده نگاه میکند. وقتی که سازمان آفرینش زن را نگاه میکنیم موقع تولد، میبینیم خدا به این یک دستگاهی داده، چه دستگاه تناسلی و چه دستگاه تغذیه. الان به درد نمیخوره، در آینده باید به درد بخوره. اگر بخواهد تولد نسل کنه اون دستگاه تناسلی لازمه، هم در زن و هم در مرد. برای بانوان پستانی داده، یک عرض کنم خدمتون که آفرینش پستان را طوری کرده به هنگام تولد کودک قضا در اونجا تولید میشه و این نوافذ پستان اونچنان دقیق است که با جلو و مجرای قضای کودک کاملا متناسب. این آینده نگره ماره چیه؟ این دیگه نمیتونیم بگیم از ویژگی های ماده. ویژگی ماده ای که شعور نداره جسم را زیاد بکنه، تکامل کمی میده، ولی ما میبینیم این در تکامل خود به یه مرحله برسد، در یه مرحله های کارهای احتیاطی هم کرده. بله ها، کارهای احتیاطی کرده. کارهای احتیاطی شعور میخواد، کارهای احتیاطی ادراک میخواد، کارهای احتیاطی برنامه ریزی میخواد. این کار ماده نیست. معلوم میشود در حرکت ماده مراقبی هم به نام واجب الوجود. بله ماده شعور داره؟ نه دیگه، این مورد اتفاق ماست دیگه. شما اصل مسلم را از بین نبرید. از نظر علوم طبیعی ماده فاقد شعور و درک
درک و ادراک معرفت. حالا اون یه نظریه عرفانیست که عرض کردم همه موجودات جهان یک نوع شعور دارن و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. هم یه مسئله عرفانیست و شرع گفته. ما فعلا در مرحله شرع نیست، در مرحله دائره خارج از شرع. شما با مادی که روبرو می شوید هر دیگه داروین را مطرح می کنه و این را یک نوع حجت و پیراهن بر ضد الهی ها قلم داد می کنه، باید بگیم خوشبختانه این داروین با این اصول، حالا صحیح یا غیر صحیح، به دستگاه الهیون خدمت کرده، نه اینکه ضربه بر دستگاه الهیون زده. اولین خدمت حرکت قانونمند ماده، این حرکت قانونمند قانون ریز و برنامه ریز لازم داره. ورای ماده قانونمند قانون بریز کی؟ مسئله دوم، ما در حرکت این ماده علاوه بر تکامل کمی به تکامل های کیفی میرسیم. آفریدگار این تکامل های کیفی چی؟ سوم، ما در تکامل این ماده یک نوع آینده نگری میبینیم. موجود سازمانش حاکیست که میگه آینده نظر داره، میخواد تکثیر نسل بشه، مرد را به گونه ای، زن را به گونه دیگر آفریده و آنچنان این دو دستگاه با هم هماهنگن که تکثیر نسل را حفظ کرده و برای پیدایش نسل جدیدم قضای متناسب را قبلها در پستان مادر تهیه دیده. 20 سال قبل همه اینها حاکست که این خانه چرا بخونسانی؟ این خانه صاحب خانه داره، این خانه بیدر و دروازه نیست. تا اینجا ما توانستیم اشکالاتی که نسبت به الهیون اعم از مسیحی، یهودی، زرتشتی، مسلمان و غیر، اشکالاتی که بر الهه به ما ها و الهی، ولی در اینجا یک اشکالات دیگر اینها دارن. این متوجه همه الهی ها نیست، این متوجه برخی از الهی هاست، یعنی یهودی ها و مسلمان ها، یعنی کسانی که کتاب آسمانی دارن. در انجیل که این مسائل نیست، انجیل یک زندگی نامه یه حضرت مسیح، اونجوری که انسان مطالعه میکنه اون انجیل در دست نیست، اونی که در دست زندگی نامه حضرت مسیح. اما تورات چرا؟ خب تورات پیداست که یک کتاب آسمانیست، ولو یک مسائلی دارد که با عقل و دین سازگار نیست، که دست تحریف بهش راه یافته. اینها مشکلاتی پیدا خواهند کرد. اون کدومی؟ اون این است که این کتاب ها مسلمان و یهودی هر دو معتقدن آدم و حوایی بوده، بشر از آدم و حوا به وجود آمده و قبل از آدم و حوا نسل قبلی نبوده که آدم و حوا تحول یافته نسل قبلی باشه، در حالی که فرضیه داروین فعلا با این نظریه مخالفه. میگم آدم اول بشری نبوده، حوای ام البشری نبوده، همون آدم و حوای شما هم تحول یافته موجودات دیگری هستند. ان شاء الله این بحث را در هفته آینده